جمال عبدالناصر در ادامه راهی که سیاحان، جغرافیدانان و دانشمندان به خصوص مسلمانان عرب و غیر عرب بر جا گذاشته بودند، این عبارت را به کار می برد. جغرافیدانان و نقشه‌نگاران مسلمان که مکاتب ترسیم نقشه‌های آنان از قرن نهم تا قرن پانزدهم میلادی به مدت 600 سال به درازا کشید و آثار آنان در کتابخانه‌های مختلف جهان وجود دارد، نامی به جز بحر فارس، خلیج فارس، دریای پارس و یا اسامی مشابه برای این پهنه آبی استفاده نکردند. اینجا موزه ملی ایران است. یکی از کتب بسیار معتبری که میتوان به آن استناد کرد، کتاب المسالک و الممالک ابو اسحاق استخری است. استخری این کتاب را نزدیک به 1100 سال قبل نگاشته است. از این کتاب نسخ خطی مختلفی در کتابخانه ها یا موزه های مختلف جهان وجود دارد و چون کاتبان آنها از یک مرجع واحد استنساخ کرده اند، شباهت کاملی به نسخه اصلی دارند. اسم خلیج فارس در لاتین و زبانهای مختلف پرشین گالف که هست به انگلیسی سینوس پرسیکوس به لاتین هستش و به فارسی در نقشه های اسلامی به اسامی مختلف اومده. خلیج فارس، دریای پارس، دریای فارس و غیره. و از لحاظ زیبایی اشکال این نقشه ها، نقشه های قرن نهم و دهم میلادی اسلامی که استخری و مسعودی و غیره باشند، نقشه های بسیار زیبایی هستند. بخصوص اگر نقشه های رنگ های این نقشه ها رو شما نگاه بکنید، هر کدوم یک کار هنری است، بسیار زیبا، بسیار هنرمندانه کشیده شدند. در نقشه‌ای که خوارزمی ریاضیدان برجسته تقریبا 1200 سال قبل رسم کرده است، نام خلیج فارس در بین البحرین و بحرالیمن دیده می شود. ابن حقل بغدادی در حدود 1100 سال قبل در کتاب صورت جمیع الارض از عبارت اصل بحر فارس استفاده نموده است. ابو ریحان بیرونی دانشمند برجسته نیز از نام بحر فارس برای این گستره آبی استفاده کرده است و زکریای قزوینی هم در آثار البلاد نام نهر فارس را ثبت کرده است. ابن وردی هم از نام خلیج فارس برای این آب راه سود جسته است. جیهانی، جغرافیدان بزرگ نیز همچون اغلب جغرافیدانان مسلمان در کتاب اشکال العالم از نام دریای فارس استفاده نموده است. این نقشه اثر طوسی همدانی است که نزدیک به 1000 سال پیش از این ترسیم شده است. و نقشه زیبای دیگری از جغرافیدان شهیر مسلمان کندی. او نیز از نام بحر فارس برای این دریا استفاده کرده است.